در تاجیکستان نفقه پولی همگی 5 دلار ایالات متحده آمریکا را در یک ماه تشکیل می‌دهد. سفارتخانه ایالات متحده آمریکا در خصوص تهدید عملی تروریستی خبر داد. رحمان به رعایت کنی آزادی ها دعوت نمود. شهروندی تاجیکستان در آزمون زیبایی میس ورلد بیوتی غلبه کرد. حکومت تاجیکستان برای آیله های کم بزاعت کمک خواهد کرد. در این خصوص جانشینی وزیری تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی سعیده عمرزاد در مجلس نمایندگان که سنه دهم نویبر برگزار گردید خبر داد. بنابر سخنهای او عینی زمان 31% اهالی تاجیکستان را کم بزاعتان تشکیل می دهند. این چنین منصبدار خبر داد که حکومت رویخطی یگانه کم بزاعتان را تشکیل خواهد کرد. در عینی زمان 25 ناحیه و شهر در جمهوری زیاده از 97,000 آیله از طرف دولت کمک اجتماعی که در 1400 سومانی را تشکیل می دهد، یعنی همگی 5 دلار ایالات متحده آمریکا هر ماه نفقه می گیرند. حکومت سال آینده به این رقم باز 15 ناحیه و شهرها را ایلاوه کردن را به نقشه گرفته است. سفارتخانه ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان شهروندان خود را که در قلمرو تاجیکستان در خصوص احتمال عملهای تروریستی آگاهانید. چنین خبر سنه 9 نوامبر در سامانه رسمی سفارتخانه ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان پیدا گردید. سفارتخانه ایالات متحده آمریکا در دوشنبه معلومات پیدا کرد که گروه های تروریستی از طرف همسایه کشور افغانستان به قلمرو تاجیکستان خواهند درآمد. قید کرده می شود در پیام. به شهروندان ایالات متحده آمریکا توصیه کرده می شود که به قدر امکان جایهای جمع‌شوی آدمان و در ایستگاه‌ها جمع نشوند. جالب دقت است که بعضی‌های حربی دولت‌های ابرقدرت که در کشورهای مسلمانان جایگیرند، نقش عادتی در تاثیرگذارانی به وضع در کشور می‌بازند. علل خصوص تاجیکستان نیز از این مستثنا نیست. ولی کارشناسان قید کرده میگویند که خلق تاجیک از قدیم الایام آگاهی سیاسی بلند دارد و به مسئولیت های از بیرون آمده استاده محتاج نیست، خصوصا به دولت های ایالات متحده آمریکا و روسیه که به اسلام و مسلمانان دشمنند. بنابراین دیر یا زود روزی میآید که مسلمانان تاجیکستان از زمین خود بازه های حربی و سفارتخانه های خارجیان را بدرقه کرده رژیم ظالم رحمان را که به گردنشان سوار شده است میرانند. کنستیتوسیه تاجیکستان مقایسه نشونده بوده به اندیشه امام‌علی رحمان مسالمت را پهن میکند. به مناسبت 22 سالگرد قبول کنستیتوسیه رحمان در سخنرانی خود عرض نمود. روند و رویدادهای زمانی معاصر تقاضا میکنند که هر یک شهروند کشور جهت رعایت معیارهای کنستیتوسیه و در مجموع معیارهای قانونگذاری کشور و درک عمیق ماهیت آنها همچون واسطه مهم تأمین آزادی، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی همیشه کوشش نماید. اینچنین رحمان برای رعایت و حمایت کردن کنستیتوسیه دعوت نموده، قید کرد که کنستیتوسیه تاجیکستان خصوصیت ملی دارد و با خواهش مردم تاجیک قبول شده است. در این سند مهم انعنه های تاریخی دولتداری و مفکوره گومانیستی تمدن خلق تاجیک عکس یافته است. ولی او عنیق نکرد کنستیتوسیه که از طرف انسان ایجاد شده با تاریخ اسلامی خلق تاجیک چی مناسبتی دارد. حالان که روسیه سالهای 90 عصر 20 رژیم ظالمانه رحمان را به طور مجبوری درآورد. مشاهدان قید میکنند که بیانات رحمان آید رعایت حقوق و آزادی های انسان که در کنستیتوسیه نوشته شده است خنده‌آور میباشد. خصوصا سالهای آخیر کوشش امام علی در تبدیل دادن تاجیکستان به ازبکستان دوم اثبات آن را دارد. در این روش در تاجیکستان فکر شخص پرستی پرزیدنت پهن گشته، همه نمودی خصلت های اسلام من شده، زندان ها با اعضایان هر گونه حرکت های اسلامی پر خواهد شد. شهروندی تاجیکستان پروین سعیدوه در نامینیسی میسیس اینترنشنال 2016 در آزمون زیبایی میس ورلد بیوتی غالب شد. مراسم جایزه دهی شب سنه 5 نوامبر در شهر استانه قزاقستان برگزار گردید. آید این مراسم سعیدوه در صفحه خود اینستاگرام خبر داد. در آزمون 120 مدل ها از کشورهای گوناگون جهان اشتراک کردند. در اینجا باید قید کردن ضرور است که اهالی تاجیکستان مسلمانند و چنین حالت ها در شعوری آنها نه اینکه افتخار بلکه شرمندگی است.
چونکه زن از نقطه نظر اسلام یکی از مقدسات به حساب رفته، تنه و زیباگیش از نگاهی بیگانگان حفظ کرده می شود. مشاهدان قید کرده می گویند که چنین چاره‌بینی های فحش مخصوص از طرف خارجی ها برای جلب مسلمان دختران گذرانده شده صاحب جایزه ها می گردند. جالب دقت است که در یکمین آزمون زیباگی بین خلقی که سنه 3 ایول سال 1932 در بلژیک شده بود، غالبیت را کریمان خالصی ترک زن به دست آورده بود. بعد از آن که دولت عثمانی ها سرنگون گشت و جای آن را دولت سکولاری ترکیه با سروری مصطفی کمال اشغال نمود، اشتراک زنان مسلمه در چنین معرکه ها ممکن گشت. در واقع نامه تاریخی برآمد یکی از حکمانی چنین معرکه ها ثبت شده است که دادن جایزه برای مسلمه زن چنین معنی داد می کند. محترم اعضای حکمان، ما امروز ظفر اروپا را جشن کرده استودیم. ظفر نصرانی ها. اسلامی که 1400 سال در جهان حکمرانی می کرد به اتمام رسید. او را نصرانی های اروپا نابود ساختند. بله، در این کار حصه امریکا و روسیه نیز هست. آخیران این ظفری نصرانی هاست. نماینده از مسلمه زن نازنین ترک ها کریمان در نزد ما با لباس آبازی حاضر شد. ما این دختر را همچون تاج ظفرمان قرار می دهیم و او را ملکه زیبایی انتخاب می نماییم. فرق ندارد غیر او زیباتر وجود دارد یا نه. ما امسال ملکه زیبا را انتخاب نمی کنیم. ما امسال ظفری نصرانیت را، ظفری اروپا را جشن می گیریم. ابیره سلطان سلیمانی که یک وقتها به فرانسگی ها رقصیدن را منع کرده بود، امروز در نزد ما با لباس آبازی حاضر است. او می خواهد به ما پیسند آید. آره، او به ما پیسند است. با امید آن که آینده مسلمانان نیز چنین می شود، ما نازنین ترک ها را ملکه زیبایی انتخاب می کنیم، ولی قدح های خود را برای ظفر اروپا می برداریم.